ائمه اطهار علیهم السلام در زمانی که دست زائران را قطع می کردند، مردم را از زیارت امام حسین علیه السلام منع نکردند و حتی حضرت امام هادی علیه السلام کسی را برای طلب حاجت به کربلا فرستادند تا در آن مکان برای استجابت دعا کند. حکومتی مثل استرالیا به عنوان نمونه مردم خودش رو اجازه نداد که برای زیارت امام حسین در ایام اربعین به کشور عراق و شهر مقدس کربلا سفر کنند. حیف نبود امسال زیارت مقدس امام حسین علیه السلام را در اربعین در اکثر کشورهای دنیا اینجور کرده؟ حیف نی؟ حالا اونایی که مسلمان نیستن مسلمان نیستن، اونایی که مسلمانن چرا؟ به شما چه؟ شما چه کاری؟ خدا شما رو ولایت داده که منع کنه زیارت امام حسین را؟ شما چه کاری اید؟ یعنی باید وظایف حکومت‌ها را بدانیم. واقعاً حکومت‌ها چه کارند؟ وظایف حکومت‌ها چیست؟ دیدگاه اسلام راجع به وظایف حکومت‌ها چیه؟ چطور کسی که میخواد بره زیارت امام رضا باید جلوش گرفته بشه؟ کسی که میخواد بیاد بره زیارت اربعین باید جلوش گرفته بشه؟ اما در شمال و این ور و اون ور و تفریح هیچ موردی نداره؟ هیچ دولتی نمیتونه جلوی مردمش رو بگیره. ما به اسم اسلامی زندگی میکنیم. ائمه اطهار در وقتی که می رفتن مردم به زیارت امام حسین علیه السلام کشته می شدن، دستشون قطع می شد، پاشون قطع شد. می تونید تصور کنید یعنی چه دستو بزنن با ساطور قطع کنن؟ ائمه به یکشون نگوتن نرید، بلکه تشویق کردن، بلکه دعا کردن. ما شب اربعین دیدیم که برای هنرمند اونجور جمع شدن، هیچ که جلوشونو نگرفت. فردا تو مشهد کلی آدم اجتماع کردن، هیچ کسی جلوشون نگرفت. ولی ما روز اربعین از خونه نتونستیم بریم بیرون، حتی نتونستیم چهار قدم با حضرت زینب مواسات کنیم. امام حسین فرمودند اگر دین نداری لااقل آزاد مرد باشید. اینها دین را فدای دنیا کردند و آزاد مرد نیستند. اینها همه در قلوبند زنجیر شیطانند. چرا در جایی که امام معصوم به زیارت جد قریبشان حسین دستور می‌دهد، آن هم در زمانی که دست‌ها قطع می‌شد، آنها را مانع نمی‌شدند؟ آیا قطع شدن دست فجیع‌تر از گرفتن یک ویروس نیست؟ فقهای عظام شیعه در زمانهایی که بیماری‌های فراگیر وجود داشته و خطر جانی برای مردم بوده، منع نکردند مردم را از زیارت امام حسین علیه السلام. یک مورد یافت نمی‌شود. این مطلب منع زیارت و دخالت در این امور از حدود و اختیارات ولایی فقیه فراتر است.